با شروع عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر موسل از 17 اکتبر تا امروز بیش از 100 هزار عراقی این شهر را به مقصد مناطق امن‌تر ترک کردند. با نزدیک شدن زمستان و سرمای طاقت فرسا در شمال عراق، زندگی روزمره برای بسیاری از مهاجران سخت‌تر شده. تنها در یک ماه اخیر در اردوگاه الخزیر نزدیک به 8000 نفر اسکان یافتند. آنها تنها 4 ساعت در روز برق دارند و سرمای طاقت فرسا بدون گاز زندگی را دشوار کرده است. احمد خلیف پدر یک خانواده است و میگوید کمبود گاز داریم در حالی که هوا بسیار سرد است، خصوصا اینکه در داخل چادرها زندگی میکنیم. در 2 روز گذشته بارش باران نیز قطع نشده است. اردوگاه الخزر در کمربندی نزدیک به موسل قرار دارد و درگیری های گسترده باعث شده تا تهیه و توزیع مواد غذایی سخت‌تر از قبل باشد. سازمان های دولتی و غیر دولتی مسئول تأمین غذای روزمره آوارگان شدند. عمر مروان، جوان 29 ساله که تازه به اردوگاه اومده، میگوید سازمان های حامی غذا را سهمیه بندی کردند. بخش عمده از مهاجران آواره که پیشتر از ما رسیدند سهمیه غذای خود را دریافت میکنند، اما به ما کمتر از آنها میرسد. در اردوگاه جده در غیاره، سازمان های وابسته به سازمان ملل مسئول توزیع مواد غذایی روزمره آوارگان هستند. سازمان ملل در این منطقه دست کم غذای مورد نیاز 199 خانوار برای یک ماه را تامین کرده. سخنگوی یکی از بنیادهای خیریه مستقر در این اردوگاه میگوید این مقدار غذا برای یک ماه اصلا کافی نیست، تنها برای 3 یا 4 نفر مناسب است، نه برای همه خانواده های پر جمعیتی که در اینجا حضور دارند. این غذا برای ما کافی نیست، زمستان است و گاز هم که نداریم، نفت هم برای گرم کردن در اختیار ما نمیگذارند. این گالون که دارم تنها برای 2 روزمان کافی است. همزمان نیروی هوایی ارتش عراق با کمک چرخبال‌ها اعلامیه‌هایی را به هزاران تن از شهروندان موسل فرستاده. محتوای اصلی این اعلامیه‌ها یک چیز است: شما از یاد نرفته اید و دولت شهروندان موسل را نهایتاً از چنگ گروه داعش رها خواهد کرد.